خب رسیدیم به درس مهمترین و ضروریترین فعلهای بیقاعده در انگلیسی. درود بر شما دوستان، بسیار خوش اومدید. انگلیسی مثل آب خوردن در خدمت شماست. فعلهای بیقاعده انگلیسی برای بیان فرمهای زمان گذشته و قسمت سوم فعل یا به تعبیری اسم مفعول قابل استفادن و مهمن در ساختارهای مختلف مثل زمان گذشته که گفتیم یا ساختار مجهول و یا همچنین زمانهای حال کامل و گذشته کامل. باید دقت داشته باشید که فعلهای بیقاعده انگلیسی از روش مرسوم اضافه کردن ایدی یا دی به انتهای فعل برای بردن به زمان گذشته و یا قسمت سوم فعل تبعیت و پیروی نمی کنن و حالت و شکل خودشون رو در حالت گذشته یا اسم مفعولی دارن. بنابراین تنها راه یادگیری این فعلهای ضروری اینه که اونها رو حفظ کنیم یا به خاطر بسپاریم و رفته رفته به اونها تسلط پیدا بکنیم. ما کار شما رو مثل همیشه راحت کردیم. انگلیسی مثل آب خوردن کارش همینه دیگه، نه؟ بنابراین در این درس و در این ویدئو مهمترین و ضروری ترین فعلهای بیقاعده انگلیسی که حدود 170 خورده ای تعدادشونه، ما 75 تا از مهمترین هاشون و ضروری ترین هاشون رو خدمت شما تقدیم کردیم که اینها بیشتر کاربرد دارن و اینها رو یک جا خدمتتون همراه با معنی فارسی و تلفظ درست تقدیم کردیم که یک بار برای همیشه با دیدن این ویدیو اونها رو راحت یاد بگیرید و بهشون مسلط بشید. برای هر فعلی که خدمت شما تقدیم کردیم فرم اصلیش رو یا بیس فرمش رو همراه با گذشته ساده که میشه past simple و همچنین past participle که اسم مفعول یا حالت سوم فعل میشه رو خدمت شما تقدیم کردیم. به عنوان مثال فعل be که میشه بودن، معنی فارسیش دو حالت was و were رو در انگلیسی در حالت گذشته داره. was زمانی که فاعلمون مفرد باشه و where وقتی که فاعلمون جمع باشه و همچنین past participle یا اسم مفعول یا حالت سوم فعلش میشه been. be was or were و حالت سوم been. become became become begin began begun bite bit bitten blow blew blown break broke broken bring brought brought build built built buy bought bought catch caught caught choose chose chosen come came come cost 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 cut 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 do did done draw drew drawn drive drove driven drink drank drunk eat ate eaten fall fell fallen feel felt felt fight fought fought find found found fly flew flown forget forgot forgotten forgive forgave forgiven freeze froze frozen get got got یا gotten give gave given go went gone grow grew grown have had had hear heard heard hide
hid, hidden. Hit, hit, hit. Hold, held, held. Hurt, hurt, hurt. Keep, kept, kept. Know, knew, known. Lay, laid, laid. Lead, led, led. Learn, learned, you learnt. Learned, you learnt. Leave, left, left. Let, let, let. Lose, lost, lost. Make, made, made. Mean, meant, meant. Meet, met, met. Pay, paid, paid. Put, put, put. Read, read, read. Ring, rang, rung. Run, ran, run. Say, said, said. See, saw, seen. Sell, sold, sold. Send, sent, sent. Show, showed, shown, ya showed. Shut, shut, shut. Sit, sat, sat. Sleep, slept, slept. Speak, spoke, spoken. Spend, spent, spent. Stand, stood, stood. Swim, swam, swam. Take, took, taken. Teach, taught, taught. Tell, told, told. Think, thought, thought. Throw, threw, thrown. Understand, understood, understood. Wake, woke, woken. Wear, wore, worn. Win, won, won. Write, wrote, written. خب رفقا، حالا بیاین چند تا مثال بزنیم با یکی از فعل‌های مهمی که یاد گرفتیم. چه فعلی؟ فعل write. زمان حال سادش همونطور که میدونید میشه write، یعنی نوشتن. I write یعنی من مینویسم. I write a sentence، من یک جمله مینویسم. میدونید، بلدید. حالا بریم زمان گذشتش رو چک کنیم. از اونجایی که write یک فعل بیقاعده است، گذشتش میشه wrote. I wrote، من نوشتم. چی نوشتی؟ A sentence، یک جمله. حالا بریم زمان بعدیش رو چک کنیم. حالا که توجه کردید، پس فعل بیقاعده write تبدیل شد به wrote در زمان گذشته. حالا زمان حال کاملش ببینیم چطور میشه. I have written. I have written یعنی من نوشتم. چی نوشته ای؟ A sentence، یک جمله. I have written a sentence. همونطور که میبینید حالت سوم فعل write که داشتیم write، wrote، written، حالت سومش میشه written، در حال کامل استفاده شد. I have written a sentence، من یک جمله نوشتم. حالا بریم گذشته کامل رو چک کنیم. زمان گذشته کاملش I had written a sentence. Have تبدیل میشه به had، میشه زمان گذشته و شکل سوم فعل. I had written a sentence، من یک جمله نوشته بودم. حالا بریم یک زمان عجیب غریب. زمان چی؟ جمله مجهول. جمله مجهول در زمان حال میشه a sentence is written، یک جمله نوشته شده است. توسط کی؟ نمیدونیم. به خاطر اینکه نمیدونیم میشه مجهول. A sentence is written، یک جمله نوشته شده است. این چند تا ساختار رو داشته باشید برای کاربردهای
فعل‌های بی‌قاعده، حالا یک تمرین داریم. آن چیزی که یاد گرفتیم رو اگر کنار همدیگه بذاریم، این تمرین رو به راحتی میتونید انجام بدید. تمرین چیه؟ جمله زیر رو به انگلیسی در کامنت بنویسید، اعلام حضور بکنید، همه جواب‌های شما تصحیح میشه، چک میکنیم، همه رو بهتون پاسخ میدیم اگر اشتباهی در اون وجود داشته باشه. جمله اینه: جملات نوشته شده بودند. یکم که این ویدیو رو برگردونید عقب، با ساختارهایی که خدمتتون اعلام شد به راحتی این جمله رو میتونید به انگلیسی بنویسید. چی میخوایم بنویسیم؟ جملات نوشته شده بودند. جملات که میشه چی در انگلیسی؟ نوشته شده بودند. کی نوشته؟ نمیدونیم. خب دیگه راهنمایی کافیه. منتظر کامنت های شما و منتظر شرکت شما در تمرینات هستیم. همه کامنت ها رو جواب میدیم، همه سوالات شما رو پاسخ میدیم. باز هم تاکید میکنیم بچه ها، این درس خیلی مهمه، حتما فعل ها رو همینجا یاد بگیرید. این 75 تا رو که یاد بگیرید کارتون راحت راه میفته و نیاز به بعدی ها اگر شد به مرور زمان اونها رو هم یاد خواهید گرفت. بی نهایت سپاسگزاریم برای همراهیتون با انگلیسی مثل آب خوردن. آرزوی تندرستی و خرسندی داریم برای شما عزیزان در هر کجای دنیا که هستید.